سلام. فرض کنید در یک خیابونی قرار دارید که این خیابون داره میرسه به یک چهار راه و این چهار راه الان چراغش قرمز هست. این خیابون شما هم یک خیابون دو بانده است و دو تا ماشین در این باند سمت راست وایستادن. خب حالا فرض کنید که شما یک لحظه خوب رانندگی نکردید و الان وسط خیابون هستید و دارید میایید به سمت این چهار راه. خب شما الان دو تا استراتژی دارید، یعنی میتونید برید باند سمت راست، میتونید برید باند سمت چپ. خب و این ماشین هایی که اینجا هستن هم ممکنه بخوان برن اینجا، ممکنه بخوان مستقیم برن و ممکنه بخوان بیان سمت راست. خب اگر شما برید باند سمت راست، برای اینکه مستقیم، شما هدفتون این هست که بیاید اینجا، یعنی میخواید مستقیم برید. اگر شما برید به باند سمت راست، در این صورت باید منتظر باشید که این ماشین ها بپیچن چپ یا راست یا مستقیم برن و بعد شما برید. ولی اگر برید باند به سمت چپ، شما سریع میتونید حرکت بکنید. بنابراین مستقل از این که این ماشین ها چه رفتاری از خودشون نشون بدن و به کدوم جهت بخوان بپیچن، به نفع شما هست که برید به این باند سمت چپ، چون از این باند سمت چپ میتونید خیلی سریع مستقیم برید. این رفتار نمونه یکی از رفتارهاییه که ما بهش میگیم یک رفتار قویاً غالب. انگلیسیش میشه strictly dominant. من انگلیسیش هم بنویسم چون ممکنه ما انگلیسیش رو هم استفاده بکنیم. strictly dominant. dominant به معنی غالب هست و strictly به معنی قویاً. به این معنی که قویاً استراتژی رفتن به سمت چپ برای شما بهتر هست و سودتون در هر حالت بیشتر میشه، مستقل از رفتار دیگران. این مثال خیلی شهودی که من مطمئنم همه اونهای راننده هستن با من موافق هستن که ما همیشه این استراتژی قوی انقلاب رو انتخاب میکنیم، یک در حقیقت تلنگری به ما میزنه برای تعریف مفهومی به نام استراتژی های قوی انقلاب. پس بریم سراغ تعریف این مفهوم. برای تعریف این استراتژی قوی انقلاب مفهومش، من میخوام یک علامت گذاری جدید رو هم تعریف بکنم. یادتون هست که این آ1 به معنی اکشن بازیگر یک بود، یعنی مثلا در بازی سنگ‌ها از قیچی آ1 میتونست مساوی باشه مثلا با قیچی یا هر چیز دیگه. خب من حالا مهم نیست، این خط زدم به همین دلیل. من میخوام تعریف بکنم آ منهای یک رو، این فقط یک علامته، من میتونستم اسمش رو بذارم مثلا آ1111 یا هر چیزی. آمنهای یک رو من تعریف میکنم به معنی بازی همه بازیگرهای دیگه به غیر از بازیگر اول. خب یعنی الان دارن چی بازی میکنن به غیر از بازیگر اول؟ بذارید براتون توضیح بدم. یادتون هست که من به یک چنین پدیده‌ای میگفتم یک اکشن پروفایل، یعنی آ1، آ2، آ3 همینجوری تا آخرین نفر مثلا آ4. خب این پدیده داره الان به من میگه که هر بازیگر الان داره چی بازی میکنه. مثلا این میتونه باشه قیچی، یعنی بازیگر یک قیچی، کاغذ بازیگر دو کاغذ، سنگ بازیگر سه سنگ و دوباره قیچی بازیگر چهار قیچی. البته سنگ کاغذ قیچی که بازی دو نفر است، من نمیدونم چی شد که چهار نفره تعریفش کردم، حالا مهم نیست. من به این سه تا با هم میگم آ منهای یک، یعنی آ منهای یک مساوی تعریفش میکنم با آ2 و آ3 و آ4. و فقط به این دلیل تعریف میکنم که اگه تعداد بازیگرها خیلی زیاد شه دیگه حوصله ندارم همه رو بنویسم و فقط میخوام به این سه تا مجموعه با هم بگم آ منهای یک. حالا بریم سراغ تعریف یک استراتژی قویاً غالب. در حقیقت تعریف کردن یک اکشن یا یک عمل قویاً غالب. خب یادتون هست که من با U1 آ که آ1 همچین چیزی باشه، مطلوبیتی که بازیگر یک به دست می آورد از یک همچین خروجی بازی رو مدل می کردم، درسته؟ مثلا U1 قیچی و سنگ در یک بازی دو نفره برای بازیگر یک بود -1 مثلا، چون قیچی داره بازی میکنه، حریفش سنگ بازی میکنه و شکست میخوره و -1 میشه مطلوبیتش. خب پس U1 آ مطلوبیت بازیگر آ رو نشون میداد از یک اکشن پروفایل خاص، یعنی از این مجموعه که این مساوی هست با U1
در حقیقت اینکه آ چی بازی بکنه و اینکه بقیه چی بازی بکنه. خب من الان دارم فقط تعریف ها رو دوباره می نویسم، یعنی مطلوبیت یک بازیگر از اینکه خودش چی بازی کنه و بقیه چی بازی بکنن رو من میتونم به دست بیارم. خب من میام یک استراتژی قوی انقلاب رو اینجوری تعریف میکنم که یک استراتژی A1 پریم به نسبت یک استراتژی A1 زگوند قویاً غالبه. مثلا میتونم اینجوری نشونش بدم، حالا اون خیلی مهم نیست. من میگم A1 پریم قویاً غالبه بر A1 زگوند اگر این اتفاق بیفته که مطلوبیتی که بازیگر یک من از A1 پریم، یعنی مثلا قیچی بازی کردن به دست میاره، مثلا حالا مهم نیست، برای بازی بقیه بازیگرها بیشتر باشه از مطلوبیتی که بازیگر من از A1 زگون بازی کرد به دست میاره برای بازی بقیه بازیگرها. یعنی این که بقیه بازیگرها چی بازی بکنن مهم نیست برای من، من همیشه A1 پریم برام بهتر هست A1 زگون، و این به ازای تمامی بازی دیگر بازیگرانه، یا ریاضیش میشه به ازای همه آمنهای یکهای ممکن، یعنی همه بازیگرهای ممکن مستقل از این که چی بازی بکنن، من به نفعمه که این رو بازی بکنم در مقابل این بازی. خب از این تعریف مشخصه که یک اکشن قویان غالب در مقابل یک اکشن دیگه تعریف میشه، یعنی به خودی خود قویان غالب نیست، به نسبت یک بازی دیگه قویان غالبه. خب بذارید من میدونم الان خیلی گیج کننده حرف زدم، پس با یک مثال که همون مثال معروف ما هست اینو مشخص تر بکنم، بعد اگه رسیدیم یک مثال دیگه هم حل میکنم. اون مثال شرکت ها رو که یادتون هست، من یک شرکت یک داشتم، یک شرکت دو، قیمت رو میتونست بالا تعیین بکنه هر شرکت، بالا یا پایین تعیین بکنه، و اگر قیمت رو بالا تعیین میکردن سودی که شرکت یک به دست میآورد 1000 بود، شرکت دو هم 1000، اگر هر دو پایین میذاشتن 600 و 600، اگر این بالا میذاشت و شرکت دو پایین 200 و 1500، شرکت دو خیلی سود میکرد و در این حالت 1500 و 200. من دیگه به جزئیات مثال نمیخوام بپردازم چون قبلا خیلی راجبش حرف زدیم. نگاه کنید الان این آمنهای یک ما در حقیقت هست A2، یعنی چون ما فقط یک بازیگر دیگه داریم عمل همه بازیگرهای دیگه میشه فقط بازیگر دوم. حالا اگر بازیگر دوم من بالا بازی بکنه، بازیگر یک من اگر بالا بازی بکنه 1000 به دست میاره، اگر پایین بازی بکنه 1500 به دست میاره، پس پایین براش از بالا بهتره، و به همین ترتیب برای بازی پایین بازیگر دو باز هم بازیگر یک بهتره که پایین بازی بکنه چون 600 از 200 بیشتره. پس مستقل از A2 بازیگر یک سودی که از بالا بازی کردن به دست میاره، ببخشید از پایین بازی کردن به دست میاره، همیشه بیشتر هست از سودی که از بالا بازی کردن به دست میاره، مستقل از این که بازیگر دو چه رفتاری از خودش نشون بده. و بنابراین پایین در این بازی یک بازی قویاً غالبه، یعنی پایین استریکتلی دومینیت میکنه بازی بالا رو، همیشه به نفع من هست که پایین بازی بکنم، و در این حالت من به این بازی بالا اسمش رو میذارم، اسمی که بهش در حقیقت میگن یک استراتژی قویاً مغلوب، یعنی استراتژی که قویاً مغلوب شده در مقابل استراتژی پایین بازی کردن. خب پس یادتون باشه که اینها در مقابل هم تعریف میشن. خب این الان یک مثال بود از قویاً غالب و قویاً مغلوب. بذارید من یک مثال دیگه هم براتون حل بکنم. خب بذارید من دوباره این جاها رو پاک بکنم، فقط این تعریف قویاً غالب و قویاً مغلوب رو نگه دارم. یک بازی این شکلی شما در نظر بگیرید که مثلا بازیگر دو من دو تا استراتژی A و B داره، و بازیگر یک من، این بازیگر دو، این بازیگر یک، سه تا استراتژی C
دی و ای داره. خب اینها مهم نیست چیان دیگه، هر نوع بازی برای هر فضایی میتونه باشه. در این صورت بیایم فرض کنیم که سودی که بازیگر یک از این نقطه به دست میاره یک، از این نقطه دو، از این نقطه یک، از این نقطه صفر، از این نقطه یک و از این نقطه سه، و بازیگر دو هم مثلا اینجا یک به دست میاره، اینجا دو، اینجا سه، اینجا دوباره یک، اینجا سه، اینجا دو مثلا. خب این سود بازیگر هاست برای هر کدوم از خروجی های ممکن. خب در این صورت شما بیایید نقطه دی و سی رو برای بازیگر یک با هم دیگه مقایسه بکنید. خب اگر بازیگر دو من A بازی بکنه، در این صورت بازیگر یک من با دی بازی کردن دو تا به دست میاره، با سی یکی، و بنابراین دو در حالتی که دو A بازی بکنه به نفعشه که دی بازی بکنه و سودش بیشتر. اگر بازیگر دوی من B بازی بکنه، در این صورت بازیگر یک من اگر C بازی بکنه صفر به دست میاره، اگر D بازی بکنه یک، پس باز هم D به نفعشه. در حقیقت من میتونم بنویسم که U1 یعنی سود بازیگر یک از D به ازای هر بازی از بازیگر دو، یعنی هر اکشنی از بازیگر دو بیشتر هست از سود بازیگر یک من به ازای C و هر اکشنی از بازیگر دو، و این به ازای هر آدوی درسته، یعنی مستقل از اینکه آدو چی باشه سود بازیگر یک از دی بازی کردن بیشتر هست از سی بازی کردن. و من به این حالت میگم یک استراتژی، یعنی دی برای من یک استراتژی قویاً غالبه به نسبت سی. خب یعنی دی قویاً سی رو مغلوب میکنه و سی یک استراتژی قویاً مغلوب شده است. خب حالا در همین مثال بیایید مثلا دی و ای رو برای بازیگر یک نگاه بکنید. ببینید اگر دو ای بازی بکنه، در این صورت اگر بازیگر یک من دی بازی بکنه دو تا به دست میاره، اگر ای بازی بکنه یکی به دست میاره، پس در حالت اینکه دو ای بازی بکنه به نفعشه که دی بازی بکنه. اما اگر دو بی بازی بکنه، در این صورت بازیگر یک من با دی بازی کردن یک به دست میاره، با ای بازی کردن سه به دست میاره، پس در این حالت به نفعشه که ای بازی بکنه. بنابراین دی و ای هیچ کدوم اون یکی رو مغلوب نمی کنن، چون مستقل از رفتار بازیگر دو یکیشون از اون یکی بهتر نیست، و مهم برای ما مهمه که بازیگر دو من چه بازی بکنه تا من ببینم دی بهتری یا ای. بنابراین من در مورد دی و ای نمیتونم نظر بدم که کدوم غالبه و کدوم مغلوب. خب و در نهایت بیایید برای یادگیری آخرین مفهوم که ادامه همین مفهوم هست، استراتژی سی و ای بازیگر یک رو با هم مقایسه بکنیم. ببینید اگر بازیگر دوی ما A بازی بکنه، بازیگر یک با C بازی کردن یک به دست میاره و با E بازی کردن هم یک به دست میاره. خب یعنی سودش تغییری نمیکنه، خب کم نمیشه، زیاد هم نمیشه. ولی اگر بازیگر دوی من B بازی بکنه، در این صورت بازیگر یک با C بازی کردن صفر به دست میاره، با E بازی کردن سه به دست میاره. خب یعنی سودش خیلی زیاد میشه. اینجا الان چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که برای یکی از حالتهای من سود بازیگر یک با ای بازی کردن بیشتره و برای یکی دیگه از حالتهای من سودش تغییری نمیکنه، یعنی برابره. من به چنین حالتی میگم که ای سی رو به صورت ضعیف مغلوب میکنه. خب یعنی یک استراتژی ضعیف، غالب ضعیفه. خب ویکلی دامیننته. خب یعنی استراتژی ای من دامیننت هست هنوز بر سی. خب چون من هیچ وقت با ای بازی کردن به نسبت سی بازی کردن سودم کم نمیشه، خب، و در یک حالت سودم بیشتر هم میشه. من به چنین استراتژی میگم یک استراتژی ویکلی دامیننت، و فرقش با استریکلی دامیننت اینه که در بعضی حالت ها سود من برابره، یعنی زیاد نمیشه. در حقیقت این علامت بزرگتر در بعضی حالت ها بزرگتر مساوی میشه، یعنی مساوی میشه.
اما من باید حداقل یک حالت داشته باشم که سود من اکیداً بیشتر بشه که بگم ویکلی دامیننت. یعنی اگر این سه جای سه یک بود، ببخشید صفر بود و سود من تغییری اینجا نمی‌کرد، در این صورت این دوتا استراتژی هیچ نسبتی به هم نداشتن. خب این هم میشه تعریف ویکلی دامیننت که مشخص میکنه که چه استراتژی هایی به صورت ضعیف یک استراتژی دیگر رو مغلوب میکنن. خب خیلی هم خوب، بریم که فکر کنم باید دیگه من دوباره برم سراغ این که چند تا مثال حل کنم. فعلا خداحافظ.